ما در ایران با یک تمامیت خواهی مذهبی روبرو هستیم که بر همین اساس که آقای محمدی هم البته به درستی توضیحاتی دادن نمیخواد اهل گفتگو نیست، یعنی که نمیخواد بشنوه چیزی. معمولا در گفتگو هدفش این است که حرف خودش رو به کرسی بنشونه. یکی این هستش، یک کمی که دوست داره کلیت گفتگو رو به حجم بکشونه. یعنی این که مثلا ما از گفتگو مثلا خیلی دوست دارن، شاید الان نهادهایی که اینجا ناظر هستن از داخل ایران، که ما اینجا وقتی صحبت میکنیم فقط حرف زده باشیم، یعنی هیچ اتفاقی نیفته، فقط حرفای یه جور حجم، یه جور پوچ باشه. و حتی من یه بار در بحث با یکی از نیروهای انقلابی هم یک استدلالی از ایشون شنیدم که البته استدلال درستی نبود، ولی خب نشون میده که دنبال چی هستن. و اون گفتش که به من گفت اگر در آمریکا، در فرانسه، در کشورهای اروپایی شما میتونی راحت حرف بزنی، حتی توهین کنی، هرچی بگی، برای اینه که وقتی حرف میزنی روی استبلیشمنت هیچ تأثیری نداری و فقط حرف زدی، هیچ اتفاقی نمیفته. به نظر میاد که اونا در ایران هم دنبال یه همچی چیزی هستن. راه مقابله با این چیه که ما حرف گفتگومون، دیالوگمون اثر داشته باشه، صرفا حرف نزده باشیم؟ اگر در یک نظام تمامیت خواه اگر اینها گفتگو رو حجم نکنند، اونجاست که ما باید تعجب کنیم، چون گفتگو مبانی اون نظام رو زیر سوال میبره و مشروعیت اون نظام رو ازش میستانه. و اما اینکه اینها چرا این کارو میکنند، علتش این هست که این ایدئولوژی ها به نظر من مارکسیسم، اسلامیسم، فاشیسم، اینها همه نهیلیستن، نیست انگارن، اصولا چیزی رو در عالم اینها جدی نمیگیرن غیر از قدرت. فقط قدرتی که تعیین کننده است از نگاه اونها. گفتگو، در کنار هم بودن، ساختارهای اقتصادی، تجارت آزاد، حاکمیت قانون، همه اینها بی اساسه، همه اینها اهمیتی نداره، چون قدرتی که همه اینها رو شکل میده، تاریخ، فرهنگ، همه اینها در دست قدرته. از نگاه، اگر شما کاملا در چارچوب های یک ایدئولوژی تمامیت خواه بخواید فکر کنید. اما راهش فرمودن که راه اثرگذاری چیه، راه این که ما نشون بدیم که چطور گفتگو میتونه تأثیر بگذاره، این است که انتظارات رو نسبت به گفتگو همیشه واقع بینانه مطرح کنیم. اگر ما بیش از حد انتظار مقام گفتگو رو بالا ببریم که مثلا گفتگو راه دموکراسی رو باز میکنه، گفتگو راه مدارا رو باز میکنه، میکنه، ولی یکی از ده ها عامل هست در این میان. اینطور نیست که شما اگر راه گفتگو رو باز کردین یک بار در اون شهر خلاصه پر از روشنایی، به قول امریکایی ها روی اون تپه، اون یوتوپیاتون درست بشه. اینطوری نیست. گفت باید انتظارات رو نسبت به گفتگو انتظارات معقولی قرار داد، نه هیچ است و نه همه هست، یه جایی بین این دو، بسته به نوع جامعه، بسته به نوع سنت ها، نمیدونم ساختارها، یه جایی اون وسط ما قرار میگیریم. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که نشون بدیم که گفتگو امروز در چه حیطه هایی میتونه تأثیر بگذاره. مثلا من معتقدم که الان ما به دلیل اینکه جامعهمون با بحران‌های اخلاقی، با بحران‌های مذهبی درگیر هست، گفتگو در این حیطه‌ها تأثیرگذاره. افراد می‌شنوند، در این گفتگوها مشارکت می‌کنند. اتفاقاً همینجا به صحبتی که جواد عزیز اشاره کرد در باب مجادله، درسته در حیطه مذهب اگه شما بخواید صحبت کنید یه جاهایش به مجادله میرسه، اما مفیده، به دلیل اینکه اینا الان مسائل روز جامعه هست. منتها خب اون آداب کلی گفتگو، احترام، ادب، اونا باید رعایت بشه. اگه رعایت نشه اون مجادله ها بیشتر ضررش بیش از منافعش خواهد بود. حتما یه منافعی داره، چون یه عده‌ای بالاخره در معرض یه چیزایی قرار میگیرن، ولی گاه مزار بر منافع خواهد چربید اگر اون چارچوب ها رعایت نشه. اگه چارچوبا رعایت بشه، حتی یه جاهایی در مقام جدل هم افراد حرفایی بزنن، اینطور نیست که مخاطبان همه تعطیل باشن. مخاطب هم میفهمه که این مغالطه است، این داره برچسب میزنه، این داره توهین میکنه. افراد اینا رو متوجه میشن. اتفاقا گفتگو یه جاهایی از
جاییست که افراد خودشونو معرفی میکنن، میگن من کیم، من از کجا اومدم، من چه ادبیاتی دارم، و مخاطبان کاملا متوجه میشن که داستان از کجا داره شکل میگیره. آخرین نکتم در مورد صحبت مانی این هست که ما باید به جامعه نشون بدیم، به تک تک افراد، که پدیده‌ای به اسم افکار عمومی وجود داره، حتی در نظام‌های تمامیت خواه. افکار عمومی عکس العمل نشون میده، مردم چیزایی رو که میشنون در معرضش قرار میگیرن باعث میشه گرایش‌هاشون، سیاست‌هاشون، چارچوبایی که دارن اونها دستکاری میشه. نمیگیم حالا تغییر میکنند، ولی افراد مدام ممکنه که در چارچوبهای ذهنیشون اصلاح کنند، نمیدونم تجنظر کنند. گفتگو این تأثیر رو داره، افکار عمومی رو شکل میده. هیچ اتفاقا در همین نظامهای تمامیت خواه چرا نظرسنجی میکنند و نتایجشون منتشر نمیکنند؟ به دلیل اینکه افکار عمومی براشون مهمه، افکار عمومی اهمیت داره. از همین جهت هم هست که گفتگو اهمیت پیدا میکنه، چون روی افکار عمومی تأثیر میگذاره. با هم رسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.